نام کتاب: دخم نشینان نویسنده: ف. الف انتشارات: نشر آوای بوف سال انتشار: 1401 راوی: نسیم امور فنی و انتشار: قاسم قرهداقی تاریخ اجرا: شهریور 1401 تعداد صفحات: 175 صفحه موضوع نمایشنامه و داستان تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط ادهی علاق منده به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده. و تا کنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت به صورت رایگان انجام می شود، لطفا اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. تقدیم به زندانیان سیاسی وطن چه آنهایی که غریبانه در سیاه رژیم جان باختند چه آنهایی که روزگارانی از عمر گرانمایه خود را پشت میله ها سپری کردند و چه آنهایی که هنوز در بندند خانه نشین کلب علی رزوان طلب تنها فرزند خانواده اش بود. قبل از کلب علی مادرش سه شکم زاییده بود که هیچ کدام عمرشان به دنیا نبود. هر سه بعد از ده روز تا یک ماه داغ به دل زن و شوهرش سفر علی می گذاشتند. و عاقبت با نظر و نیاز و دخیل بستنها، پسر چهارم را باردار شد و به دنیا آورد و به خاطر اینکه از بلایا و دست اسرائیل دور بماند طبق نظری که کرده بودند نامش را کلب علی گذاشتند و خوشبختانه نظر و نیازها گویا مقبول افتاد و عمر این پسر به دنیا ماند سفر علی که در امامزاده جعفر ورامین سکنا داشت بعد از استخدام در شرکت واحد اتوبوسرانی به سمت کمک راننده یا همان پارکابی مجبور می شود از امامزاده جعفر کوچ کرده به شهر ری نقل مکان کند. در محله بارودکوبی سیمان ری یک اتاق اجاره کرد به ماهی 20 دومان و کلیه اساسش را با یک موتور سه و سپا از امامزاده جعفر به محله بارودکوبی آورد. در حالی که کلب علی و مادرش کنار اساس در اتاق بار نشسته بودند و سفر علی کنار راننده جای گرفته بود. این منزل در کوچه چهارم اولین خیابان اصلی بارودکوبی واقع شده بود که هم به نانوایی تافتونی شاتر صادق نزدیک بود هم به بقالی مشد عباس علی و نهر آب که برای آنها خیلی مهم بود. سفر علی به راحتی هر یک ماه در میان ساعت پنج صبح میرفت سر کار و ساعت دوی بعد از ظهر هم از کار دست میکشید و ماه بعد از ساعت دوی بعد از ظهر تا ده شب پارکابی اتوبوس های شرکت واحد بود و رفت و آمدش برایش خیلی آسان شده بود در این زمان کلب علی شش سالش تمام میشد و باید میرفت به مدرسه خوشبختانه در ابتدای خیابان اصلی بارودکوبی در کوچه آبدنی منزل یک روحانی به نام دانش بود که در کنار منزل مسکونیش با مجوزی که داشت یک ساختمان دو طبقه را تبدیل به یک مدرسه ابتدایی پسرانه کرده بود و سفر علی پسرش را در همان مدرسه ثبت نام کرد و چون سفر علی در همان خط میدان شوش به شهر ری کار می کرد، و از تمامی هم محلی ها که سوار اتوبوس او می شدند بلیت نمی گرفت، مورد احترام و توجه تمامی اهالی محل بود. البته این لطف مردم محله شامل حال کلب علی هم می شد. کلب علی به همین خاطر دوستان زیادی پیدا کرده بود که همه جور هوایش را داشتند. و اما از جنوب غربی خیابانی بود به سمت شمال که در قسمت غرب آن نهر آبی جریان داشت با درختانی سرسبز در دو طرف نهر و پلی که ماشین رو بود و به خیابان اصلی بارودکوبی وصل می در شرق این خیابان مشد غلام کرمانشاهی زندگی می کرد که کارش فروش مواد مخدر و تهیه شیره از سوخته تریاک و راهندازی بسات چراغ شیره بود. که در این کار استاد بود و متخصص و سالیان سال این تنها حرفه او بود. مشد غلامرضا یک زنی داشت که تنها یار و یاور و همراه و همدل و حتی پای بسات شیر کشیاش بود و از این زن او هم فقط یک پسر داشت به نام امیر که این امیر بچه بسیار تیزهوش و با استعدادی بود. اما کاروبار مشد غلام رزا از روزی سکه شد که حسین ماهانی به اتفاق برادرش حبیب لباف پای پیش گذاشتند و با پولی که از او می گرفتند شدند بادیگارد و محافظه مشد غلام رزا. خب فروش مواد مخدر و ایجاد شیرکشخانه ممنوع و غیرقانونی بود. حسین ماهانی از کشتیگیران به نام و قدیمی و داور بین المللی کشتی بود، و در کارخانه سیمان کار میکرد و گویا درآمدش جوابگوی مخارج زندگیش نبود با اینکه با علی یخی شعبه یخ او را شریک شده بود از روزی که شریک علی یخی شد فروش روزی بیست قالب یخ او را به صدها قالب رساند تا جایی که مجبور شدند یک گاری با اسب خریداری کنند برای رساندن مرتب قالب های یخ به شعبه و یک سورچی به نام عظیم را هم استخدام کردند. حسین ماهانی کاری کرد تمامی کمپرسی هایی که به معادن سنگ می رفتند و سنگ بار می زدند، قبل از رفتن به معدن از شعبه یخ آنها برای کارگران دو سه قالب یخ خریداری کرده پشت ماشین میانداختند. به طوری که برای تهیه یخ حتی مجبور می شدند صبر کنند تا چند ماشین جلوی آنها یخشان را بار زده بروند تا نوبتش شود. درست است که دکه علی یخی پاچال شده بود و مرکز پخش یخ منطقه اما این فروش مختص ماهای گرم تابستان بود بعد از آن دیگر خبر آنچنانی نبود و از آنجایی که حسین ماهانی به هر کاری دست میزد باعث رونق و ترقی آن کار میشد مشارکتش با غلامرضا شیرهای هم باعث بالا گرفتن کار او شد دیگر مشهد غلام رضا تشویش و ترس هجوم معموران کلانتری را نداشت. با خیال راحت از شیر ای ها پذیرایی می کرد. کار به جایی رسیده بود. تعداد زیادی از تهران برای شیر کشیدن پیش آنها می آمدند با اتومبیل های شخصی. خود مشهد غلام رزا هم یک موتورسیکلت و سپا خریده بود و حسابی در محل جولان می داد. چون خوب پول در می آورد راحت هم خرج می کرد. و از همه مهمتر پول زیادی توی جیب امیر پسر یکی یک دانه اش میگذاشت و امیر هم برای دوستانش سخاوتمندانه ریخت و پاش میکرد. همین امر باعث شده بود دورو بر امیر بچه های زیادی جمع شده بودند که هر کاری برایش انجام میدادند. دادند. بچه هایی سه چهار سال بزرگتر از خودش گوش به فرمانش بودند. حتی مورد توجه مادر بچه ها هم قرار میگرفت. و او با این اوصاف رقیبی برای کلب علی شده بود که توانایی های مالی امیر را نداشت. فقط پدرش از اهالی محل هنگام سوار شدن اتوبوس واحد بیلیت نمی گرفت. و اما این شرایط برای امیر و خانوادهاش تا یک زمانی بدین شکل ادامه داشت. چون از هنگامی که حسین ماهانی شیر کشخانی که مشد غلام رزا را از خانه مسکونیش به باخچه مرحوم گودرزی که از ساختمان های قدیمی و در انتهای خیابان شرقی بارودکوبی بود و از وسط باخچه دو نهر آب عبور می کرد. ساختمان شامل یک سکوی بلند بود که هشت اتاق آجوری را کنار هم داشت. مرحوم گودرزی علاوه بر این باخچه مالک معدن سنگی بود به نام معدن چاه همزه که عقیده داشت درون چاه همزه یکی از گنجهای خسرو پرویز نهفته است و تمام سرمایه و عمرش را برای به دست آوردن آن گنج هزینه کرد تا مرد او در زمان حیاتش یکی از اتاقها را به یک فرد معتاد بدبختی به نام حجت مجانی داده بود تا از او هم مواظبت نماید حال حجت که همه کاری گودرزی شده بود یکی از اتاقها را به حسین ماهانی اجاره داد تا او شیر مشد غلام رزا را در آنجا داگر کند و خودش هم شد پادوی شیرکشخانه تا زمانی که حبیب لباف خودش معتاد شد یک شب او را با دو پاکت بزرگ کاغذی که پر از سوخته تریاک در حدود دو کیلوگرم بود دستگیر می کنند و حبیب به زندان می افتد. و حسین ماهانی نیز خودش را از این ماجرا کنار می‌کشد البته لازم به یادآوری است که حسین و حبیب هر دو انسان‌های لوتی و خوبی بودند و به قولی لات جوان مرد بودند این کارها چون بر اساس باورهای آن زمان مختص آدمهای به اصطلاح زرنگ بود انجام می‌دادند با کنار کشیدن حسین از کار قاچاق مواد مخدر و شیرکشخانه بعد از چندی مشد غلام رضا و یک ماه بعد خانمش که کار او را ادامه میداد دستگیر و روانگی زندان شدند. امیر تک و تنها بدون هیچ یار و یاوری در محله ویلان و سرگردان شده بود. اول مهر بود و بچه های هفت ساله باید به دبستان می رفتند و پسر بچه های محل همگی در مدرسه دانش ثبت نام کرده بودند. آقای دانش که آدم بدی نبود به طور رایگان امیر را ثبت نام کرد تا او هم کنار بچه هایی مثل کلب علی قرار گیرد چون دانش هم معتقد بود امیر بچه با استعداد و تیزهوش و نازک بی نیست اما امیر که دیگر پولی نداشت تا شکمش را حتی برای یک وعده سیر نماید و منزلشان هم که پس از توقیف به صاحبخانه تحویل داده شده بود دیگر حتی سرپناهی نداشت که شب را به صبح برساند سرانجام تلخ و گزنده ای داشت. کسی اصلا توجهی به او نداشت. تک و تنها مجبور بود شبها را در کوچه و خیابان زیر سقف ایوانی به صبح برساند. و عاقبت هم به شکل بسیار بدی بار سفر بست و به دیار خودشان شتافت کسی که خیلی چیزها را تو شکم خیلی هاریخته ریخته بود و مثل مگس به دورش میچرخیدند در یک شب سرد زمستانی جلوی مغازه علی آقا بقال زیر تاقی مغازه غریبانه بدنش منجمد و سیاه شده بود و صبح آن روز رهگذران کفاری ناچیزی از سکه های ته را روی جنازه اش ریختند و در نهایت بیخیال از کنارش گذشتند کلب علی نیز می به چنین سرنوشتی دوچار شود و اما کلب علی تا کلاس ششم را در مدرسه آقای دانش سپری کرد و به دبیرستان رفت. ولی در سال دوم دبیرستان یعنی درست در آبان سال 1356 مادرش در اثر بیماری سرطان خون درگذشت. و سفر علی آجز از نگهداری و مواظبت یگانه پسرش افسرده و درمانده شده بود تا اینکه آقای دانش به او پیشنهاد می کند کلب علی را برای طلبگی به مدارس حوزوی قم بفرستد. چون آنجا با سایر همسن سالهای خودش در مدرسه زندگی می کند و پولی هم بابت کمک خرج می گیرد و اصلا به تو کاری ندارد و بعدها برای خودش مثل من یک روحانی می شود. نان و آبش را مردم با رضایت می دهند. این پیشنهاد مورد قبول سفر علی و کلب علی قرار می گیرد. چون کلب علی که در دهه های ازاداری ماه سفر در تکیه مشد عباس علی شرکت می کرد می دید روحانیون چطور مورد احترام مردم هستند. مخصوصا سیدی که با اسب مثل پادشاهان از شاه عبدالعظیم می آمد و بهش آقا اسبی می گفتند چه عبوحت و عظمتی داشت. آقای دانش وقتی با موافقت سفر علی و کلب علی روبرو شد، پیش قدم شد و خودش کلب علی را به قم برد و در مدرسه مهدی قلی خان گذاشت تا درس دینی بخواند و روحانی شود. و کلب علی با توهی دستی و رنج و مشقات زیادی مشغول تحصیل در آن مدرسه می شود تا اینکه در سال 57 او که نوجوان پانزده ساله ای شده بود، در تظاهرات و حرکت های مردمی آن سالها در خیابانها فعالانه شرکت می کند و در این راه ها با طلاب مدرسه حقانی آشنا و دوست می شود. و در تمامی حرکاتی که از مدرسه حقانی شروع می شد، ایشان هم فعالانه شرکت می کرد و با افرادی چون ابراهیم رئیسی طرح دوستی ریخته بود تا اینکه بعد از پیروزی انقلاب و مطرح شدن احکام جزایی قرآنی به جای احکام قانونی جذاب اجرای حکم قصاص که باعث ترد افراد و احساب زیادی از بدنه انقلاب شد و آقای بهشتی با انتخاب تعدادی از جوانان همین مدرسه طلبگی حقانی به عنوان قاضی و دادستان آنها را در قوه قضایی استخدام نمود. کلب علی هم خیلی تلاش کرد که جز به این افراد قرار بگیرد اما به علت سن کمش و محصل مدرسه حقانی نبودن عاقبت توانست با سفارشات آقای رئیسی ایشان هم به تهران آمد و به عنوان کارآموز در دستگاه قضایی آن روزگار کمک دادیار باشد. و بعد از یک سالی که هنرهای خودش را به خوبی به نمایش گذاشت، بازجوی زندانیان سیاسی و مخالفین نظام شد. در این پست توانست به خوبی بدرخشد و برای گرفتن اقرار از هر زندانی لجوج و یک دنده کلب علی را انتخاب می کردند تا از عهده این مهم براید و او هم نهایت سعی و کوشش خود را می کرد و شبانه روز در این پست زحمت می کشید و فداکارانه و انقلابی کار می کرد. در بازجویی روش خاصی داشت. برای بار اول با لباس روحانی در برابر زندانی ظاهر میشد و با دلسوزی و اشفه های بشر دوستانه خواهر یا برادر دینی من میدانم شما فریب خورده اید در چهره شما نور محمدی پیداست تو مسلمان پاک نژادی هستی خب گول خوردی آدم نباید از شیطان لعیم غافل شود شیطان سعی کرده پیامبران را هم فریب دهد چه برسد به من و تو باید مواظب باشی فریب این شیطان حرام لغمه را نخوری من میدانم شما از اینکه پی به اشتباه خودتان ببرید توبه خواهید کرد و از توابین واقعی و مورد الطاف الهی واقع خواهید شد خداوند بخشنده مهربان است عزیزان من من قول می دهم در صورتی که همکاری کنید و از کرده خود پشیمان شوید شما را حمایت می کنم و تمام قدرتم را به کار خواهم گرفت تا کمترین مجازات شامل حال شما شود. مطمئن باشید به خواست الله کاری خواهم کرد تا شما آزاد شوید و به سر کار و زندگی خودتان برگردید. باور کنید بعد از این ما با هم دوستان خوبی خواهیم شد و من در آینده یار و یاورتان خواهم بود. حالا بنویس بنده شرمنده خدا ان الله که خدا خودش از سر تقصیر شما بگذرد آمین اما وقتی طرف های مقابل که به حماقت و سادگی این آخوند از ته دل ولی بی صدا قاه قاه می و عراجیف کلب علی را به هیچ می و جواب دلخواه او را نمی دادند. کلب علی هم به سادگی از کنار آنها می گذشت. فردا روز با لباس عادی در بازجویی حاضر میشد و ابتدای کلامش هم این بود که خودت نخواستی با زبان خوش کار را یک سره کنی. حالا ما هم با چهره دیگری از تو بازجویی میکنیم و خواهید دید دهانی که بهش قفل زده ای کلیدش پیش ماست و بازش خواهیم کرد. در این روز کلب علی چهره ای از خودش نشان می دهد که تمامی درندگان در وحشی از دیدنش به خود می لرزند و پای به فرار میگذارند و اما این زندانی بی پناه بود که باید در برابر او می نشست و تمامی شکنجه ها را تحمل میکرد و یا به خواستگی او عمل میکرد به جز مقاومت تا سرحد مرگ و یا تسلیم راه سومی نبود. کسانی که پروندگ آنها زیر دست کلب علی میافتاد گویا دنیا با آنها قهر کرده بوده هیچ روزنگ امیدی را برایشان باقی نمی گذاشته. کلب علی چون حیوان در رنده ای بود در قفسی که تومه ای را جلوگش انداخته بودند. این تومه در هر صورت خوراک این حیوان درنده در بود. بارها اتفاق افتاده بود که با لگدها یا میله های آهنی که بر سر زندانیان میکوبید زندانی جان شیرینش را به پا یا میله آهنی کلب علی باخته بود. و دیگر نفسی از دهانی که قفل محکمی به آن زده بود بیرون نمی آمد. و این میشد مدال افتخار دیگری از جانب الله بر سینه کلب علی. ناگفته نماند دو دختر بچه کم سن و سال که در اثر هیجانات نوجوانی بدون هیچ گونه آگاهی و ای به خیال خودشان دست به چند حرکت سیاسی مثل پخش تعدادی اعلامیه زده بودند و در بازجویی کم آورده و به هر ساز کلب علی رقصیده بودند کلب علی را متوجه زیبایی معصومانی خود کردند و او که دندان طمعش را برای دخترکان خوب تیز کرده بود شرایطی به وجود آورد تا آنها از زندان آزاد شدند و به عقد موقت کلب علی درآمدند. و به مدت یک سال هر کدام در منازل جدا و به دور از چشم حاج خانم با او زندگی کردند. به مرور قدرت و توانایی های کلب علی مورد توجه سیستم های قضایی و امنیتی کشور قرار گرفت. و طوری شده بود که کلب علی می دانست در صورت موفقیت در پرونده متهمی که به او سپرده شده چقدر پاداش و تشویقنامه برایش به ارمغان می آورد. و در عرض چند سال بازجویی ویژه اطلاعات سپاه حال پرونده هایی که به او واگذار میشد دیگر یک دست و از نوع مخالفان و مبارزان رژیم نبود هر کسی از کار و صندلی که در نظام اشغال کرده بود باید سرنگون میشد را به دست او می سپردند تا اعترافات جانانه و درست و حسابی ازش گرفته شود تا همگان بدانند این فرد جاسوس موساد و سی بوده حال باید از فلان وزیر یا مدیر کلی که برای کلب علی هم قدم هایی برداشته بود بازجویی و پرونده سازی می کرد. با کی نبود؟ او به کارش وارد بود و از هر امامزاده یا خود امام هم اعتراف میگرفت. جاسوس اسرائیل است و با مقامات صهیونیستی ارتباط تنگاتنگی داشته. اصلا میتواند از حسین ابن علی اعتراف بگیرد که خود شمر ابن زلجوشن است. ولی کارش یک ایراد کوچکی داشت او هم مانند دوستش ابراهیم رئیسی تحصیلاتی نداشت آنها هیچ کدام چون ساگیر مقامات بی سواد نظام که مدارک قلابی تحصیلی برای خودشان تهیه کردند دست به چنین کاری نزدند اما باز فرقی بین او و آقای رئیسی بود به ایشان پست های حساسی در قوه قضایی محول شد و به خوبی توانستند نظرات بالادستی ها را برآورده کنند تا دادستان کل شود. اما کلب علی فقط بلد بود از متهمین و زندانیان اعترافی که میخواستند را بگیرد برای همین هم عاقبت بازجوی ویژه اطلاعات سپاه و دوست نزدیک حسین طائب شده بود. در این دوران بود که جنگ خانگی بین خودی های رژیم آغاز شده بود و گاهی او مجبور میشد از یک وزیر یا معاون وزیر و یا سپاهی و مدیر کلی یک جاسوس CIA و دست نشانده صهیونیست بین المللی بسازد و البته که از تعداد زیادی از افراد رد بالای رژیم اعتراف گرفته بود درست است که کلبلی در کارش استاد بود و نظیر نداشته اینگونه متهمان به آسانی هرچه او میخواست میگفتند و مینوشتند و کلب علی یک لاقبا حال برای خودش دم و دستگاهی به هم زده بود و چون معتقد بود ملک مقدارش ثابت است و دیگر چیزی به آن اضافه و تولید نمی شود بر روی املاک سرمایه گذاری زیادی کرده بود. یک امارت در لواسان ساخته بود که مثل آثار باستانی از بیرون مورد بازید مردم قرار می گرفته. یک ویلای بزرگ در امیردشت و کلاردشت شمال، یکی در طالقان کرج و در هر نقطه که خوش آب و هوایی ملکی داشت که نم ای را در بعضی از آنها جای داده بود. شرکت های بازرگانی و تجاری زیادی تأسیس کرده بود که دو پسر و دامادش آنها را مدیریت می کردند. و از آنجایی که حرس و طمع زیادی به مال دنیا داشت، مقدار زیادی دلار و پوند و سکه طلا نیز در خانه انباشت کرده بود. او که از کودکی تعم تلخ فقر را چشیده بود، حال که به پول و ثروت رسیده بود، میخواست تمام آن جاهای خالی گذشته را با اندوختن پول و طلا پر کند. میخواست کاری کند که در ذهنش اثری از فقر و فلاکت گذشته باقی نماند. او از پیشینه خود خجل و شرمنده بود و به همین جهت میخواست تمام رنگ و بوی گذشته را با جماوری ثروت برای همیشه محو کند. این هرس و تمه کلب علی باعث شده بود درباره اش حرفهایی زده شود و دوست و دشمن در مجالس خصوصی و مهمانی ها بلا استثناء حرف و حدیثی از او به میان می آوردند مخصوصا بعد از ماجرای سعید اسلامی یا امامی و بازجویی از همکاران سعید امامی بعد از اینکه آبها از آسیاب افتاد ماجرای قتل های زنجیره ای را مقامات نظام به بایگانی های تاریک و غیرقابل نفوذ خود سپردند دوباره دار و دسته سعید امامی به سر کار خود برگشتند و حال آنها بودند که برای همکارانی که نقش بازجو را برای آنها بازی کرده بودند خط و نشان می کشیدند. این نوع حرکات در مورد مسئولین درجه دو و سه نظام هم صادق بود. ولی کسانی بودند که با هزار ترفند و بگیر و ببند سعی کردند نامشان در پرونده های فسادهای مالی کلان برده نشود. اما شوربختانه نام نیکشان درگیر های اختلاس و فساد شده بود و مجبور بودند از آنها نیز بازجویی کرده پرونده ای برایشان تشکیل دهند تا ماهیهای بزرگتری گرفتار نشوند چنانچه در یک مورد رئیس بانک مرکزی را مجبور شدند به خارج بفرستند و در کانادا اقامت گزیند در این جور پرونده سازی ها بازجو باید آنقدر هوش و درایت داشته باشد که با یک چنین متهم آبرومندی مانند یک مافوق قدرتمند عمل نماید ولی از آنجایی که کلب علی از چنین هوش و فراستی برخوردار نبود با آنها همانند دیگرانی که سفارش شده بود باید اعدام شوند عمل می کرد و باعث اعتراض خیلی از مقامات واقع شده بود حتی اگر پادرمیانی حسین طائب نبود چندین بار از کار معلق شده بود حسین که می دانست او چه جانوری است سپر بلایش میشد و به خاطر نیازش به او در روزهای مبادا او را در پستش حفظ کرد و اجازه نداد منفصل خدمت شود و از آن روز به بعد کلب علی فقط به دهان و خواسته حسین طائب توجه می کرد. هرچرا که طائب می خواست دقیقا و مو به مو اجرا می کرد. یک نمونه از این نوع پرونده ها چند نفری بود که به عنوان خرابکاری تأسیسات هسته‌ای توسط اطلاعات سپاه دستگیر شده بودند و سپاه توسط رسانه ها با جار و جنجال زیاد میخواست قدرت خودش را به رخ نه تنها ایرانیان بلکه به جهانیان و مساد و سیایی نشان دهد. باید دستگیر شدگان اعتراف می کردن در تلاوی و مرکز CIA تعلیم دیده و گوشه ای از تعلیمات خودشان را به نمایش عموم می گذاشتند. اینجا بود که کلب علی با دستور حسین طائب شاهکار کرد و اعترافی گرفت غیرقابل تصور. افراد هیچکاره چنان با جزئیات اعتراف کردند که این بار اکثر مردم با دیدن فیلم اعترافات آنها جملگی را مقصر دانسته و سزاوار اعدام. خوشبختانه با اینکه حسین طائب کوشش میکرد تا هرچه زودتر حکم اعدام اجرا شود ولی به علت نقص در پرونده حکم به تعویق میافتاد و در این فاصله وزارت اطلاعات متوجه علت واقعی انفجار راکتورهای اتمی می شود و آن را ثابت می کند که خرابکاری از زمان خرید قطعات در خارج صورت گرفته و هیچ نیروی انسانی از داخل در این انفجارها نقشی نداشته است و ناگهان نوک تیز پیکانها متوجه کلب علی می شود. اما این بار هم تائب اجازه نداد حتی کلب علی مورد بازخواست و بازجویی قرار گیرد. تائب از او و قاضی فاتحه ای به شدت حمایت کرد. قاضی فاتحه ای شاید بیش از صد حکم اعدام به راحتی آب خوردن صادر کرده است. او وقتی پرونده ای که تائب رویش نوشته به نظر من باید اعدام شود به دستش داده میشد دیگر به هیچ چیزی توجهی نداشت به جز نوشته ی آقای تائب افراد بیگناه زیادی فقط به خاطر درج همین جمله کوتاه اعدام شدند و فریادشان فقط به گوش خودشان رسید و بس کسی صدای آنها را نمیشنید. شنید بی جهت تو گوش ما کرده بودند سر بیگناه پای دار می رود ولی بالای دار نمی رود و یا اینکه میگفتند از این ستون به آن ستون فرجی است خیلی ها با صرف هزینه های زیاد از این ستون به آن ستون کردند و بهانه های زیادی تراشیدند شاید فرشته عدالت به دادشان برسد ولی نمیدانستند از همان ابتدای شکلگیری حکومت اسلامی و قاضی القضاتی موسوی اردبیلی فرشته عدالت را از کاخ و تشکیلات قوه قضایی بیرون انداختند و محاکم به صورتی برگزار می شود که در زمان پیامبر و خلفای راشدین برگزار می شود. با اعترافات لسانی مجرم و یا سه شاهد عاقل بالغ یا علم قاضی دیگر نه احتیاجی به وکیل مدافع می باشد و نه جریانات دست و پایگیر مانع اجرای عدالت علم قاضی با ملاحظه شواهد و پرونده های امروزی می گوید سنگسار طبق آیات شریفه قرآن دیگر حرفی باقی نمی ماند قاضی فاتحه ای هم بر اساس علم قاضی حکم اعدام و سنگسار صادر می کرد و می کند پرونده هرچه دلش میخواهد بگوید از علم قاضی و دستور مقامات که بالاتر نیست بگذریم عاقبت در یک مورد دیگر کلب علی خطای نابخشوده ایمار مرتکب شد و آن این بود که برادر رئیس جمهور به عنوان رشوهخواری و فسادهای مالی کلان دستگیر می شود و از بخت بعد این پرونده به کلب علی واگذار می شود و او طبق روال معمول چنان بلایی سر برادر رئیس جمهور می آورد که حتی اسم چند نفری در بیت آقا را برخلاف رئیس جمهور قبلی که مرتب می گفت میگم میگم و چیزی نمی گفت گفت و کار دست کلب علی وقت برگشته داد چرا از آنجایی که به دلایل سیاسی عجله ای در محکوم کردن این فرد بود تا پرونده کامل شد به دادگاه و قاضی فاتحه ای سپرده می شود و متهم که زیر شکنجه دستش شکسته بود و هنوز آثار کبودی مشت و لگت در سر و صورتش باقی مانده بود به همان شکل روانی صحنه دادگاه می شود. غالبا باید صبر می کردند تا با معالجه آثار شکنجه محو شود و سپس دادگاه را تشکیل می دادند. اما در این مورد اشتباه بزرگی شد. و قاضی فاتحه ای که شاید بهش تذکری داده شده بود این بار به علت همان علم قاضی مطرح کرد پرونده گویا مجرمیت نیست و من دلیل بر مجرمیت متهم نمی بینم لذا حکم براعتشان را صادر می کنم این ماجرا دیگر کار کلب علی را ساخت و حسین طائب هم نتوانست کاری به نفع او انجام دهد لذا ابتدا منتظر خدمت و سپس بازنشسته شد و خانه نشین او که نه سوادی داشت و نه حرفه ای که نمی تواند مشغول کار دیگری شود. چون او فقط می توانست اعتراف بگیرد و پرونده سازی کند. سرمایه و شرکت های زیادی داشت اما خودش قادر به انجام هیچ کاری نبود. نمی توانست در شرکت هایی که تأسیس کرده بود و دو پسر و دامادش اداره می کردند، حتی به عنوان آبدارچی مشغول به کار شود. لذا مجبور شده بود در خانه ور دل حاج خانم بنشیند و از صبح تا شب اوامر و نقنق زدنهای حاج خانم را تحمل کند و برای او سبزی پاک کند و ظرفها را بشوید و گاهی هم با جارو برقی اتاقها را جارو کند. حتما میپرسید می توانست مانند بسیاری از بازنشستگان به پارکی برود و ساعتی را با پارک نشینان سپری کند. اما از بد حادثه جرأت تنها بیرون رفتن را نداشت. علاوه بر دشمنان زیادی که برای خود تراشیده بود، فرزندان و بستگان کسانی که بیگناه و با گناه باعث اعدامشان شده بود به خونش تشنه بودند. یک سری از مقامات رژیم هم از او بیزار و متنفر شده بودند و آنها هم در صدد بودند به ازای اعمالی که بر علیه آنها انجام داده بود ضربی جانانه ای به او بزنند. چندین بار تلفن‌های تهدیدآمیزی بهش شده بود. در دنیای مجازی تهدیدش کرده بودند. به صورت کتبی و ارسال نامه مرتب مورد فهاشی و تهدید به مرگ واقع می شد. یک بار هم فرزندانش جلسه خانوادگی تشکیل دادند تا برای پدر کاری کنند. پسر بزرگش علیسان پیشنهاد کرد پدر به آلمان مهاجرت کند و همانجا هم با یک خانم زیبای آلمانی تجدید فراش کند که با مخالفت شدید هاش خانم روبرو شد. و هرچه الیسان توضیح میداد که این حق شرعی پدر است او میتواند در عین واحد چهار زن عقدی دائم و تعدادی عقدی موقت داشته باشد باز حاج خانم زیر بار نمیرفت و میگفت تازه از شر اون سلیته راحت شدیم باز میخواهید برای خودتون و من دردسر درست کنید آخه کلب علی دو سالی بود خانومی را سیغه کرده بود و در منزلی نشانده بود و قصد داشت او را به عقد دائم خود درآورد که با عکس عمل شدید حاج خانم و دخترش فاطمه زهرا مواجه شد و باعث گردید حاجی سیغه را فسخ کند هنوز حاج خانم آن ماجرا را فراموش نکرده بود و داغ دلش با این حرفها دوباره تازه شد و با گریه و زاری گفت حاجی خدا ازت نگذرد من که از تو راضی نیستم خدا ازت راضی نباشه و کلب علی بلا فاصله با تغییر عکس عمل نشان داد و گفت تو چه حقی داری که بگی من از تو راضی نیستم من باید از تو راضی باشم تا خداوند تو را به بهشت پذیرا باشد اگر هر زنی به شوهرش بگوید من از تو راضی نیستم به بهشت که نمی رود بماند آتش جهنم را برای خودش خریده است فورا توبه کن چون همسرم و مادر بچه هایم هستی دلم برایت می سوزه. این حکم الهی است که برات گفتم علیسان پا درمیانی می کند و با گفتن یک سلوات بفرستید و تمامش کنید قائل را ختمه به خیر کرد. آن روز به هیچ نتیجه ای نرسیدند و قرار شد در آینده جلسه دیگری برگزار کنند و یک راه حل نهایی برای او پیدا کنند. و در این فاصله کلب علی یک بار با ترس و لرز از حسین طائب وقت گرفت و به دیدنش رفت و از او تقاضای یکی دو نفر محافظ و نگهبان برای خودش کرد. که مسلم بود جواب منفی است حسین طائب بهش گفته بود حاج آقا شما خودتان بهتر میدانید تمام بازنشسته ها می روند سر کار و زندگی خصوصی خودشان اگر قرار باشد برای هر بازنشسته یکی دو محافظ و نگهبان اختصاص دهیم باید کل نیروها را برای چنین کاری بسیج کنیم و برای هیچ عملیاتی نیرویی باقی نمیماند نه جانم نه ترس کسی جرأت نمی کند به شما تلنگری بزند ولی آقای لاجوردی را بعد از بازنشستگی ترور کردند چطور میفرمایید کسی کاری نمیتواند بکند آن هم اتفاقی بود خیلی با آن مرحوم دشمنی داشتند بفرمایید بفرمایید من به شما اطمینان میدهم خاطر جمع باشید خطری شما را تهدید نمیکند آن روز کلبلی دست از پا دراستر به خانه برگشت و در گوشه ای نشست و به فکر فرو رفت و به عاقبت خیش میاندیشید این آخر عمری تو چه مخمسه ای گیر کرده بود؟ با خود می اندیشید؟ نباید این وضع ادامه پیدا کند. این همه پول و ثروت دارم پس اینها به چه کار میآید حتما راه نجاتی هست باید آن را پیدا کرد بهترینش رفتن به خارجه حاج خانم میخواد بیاد میخواد نیاد البته اگر نیاد بهتره الیسان را باید بفرستم گذرنامه را تمدید کنه جونم و که اصل را پیدا نکردم باید خودم را از این گرفتاری نجات بدم باید جایی برم که دست کسی به هم نرسه نه دوست و نه دشمن همین فردا علیسانو میگم بره پلیس به اضافه ده و تقاضای تمدید تاریخ گذرنامه رو بده. بقیه یه کارها رو هم باید خود علیسان سر و سامان بده. نه از نور علی و نه از همار علی کاری ساخته نیست. تعجب نکنید. کلب علی دامادش را همار علی صدا می کند نامش شیر علی است. ولی از همان اوایل کلب علی که میانه خوشی با او نداشت او را همار علی صدا می زند. و این اسم رو ماند. علیسان ده روزی به دنبال پاسپورت پدرش وقت گذاشت و در این ایام هم کلب علی را هر شب به مکانهای مختلفی می بردند. یک شب به ویلای لواسان و یک شب منزل علیسان و شب دیگر خانه دخترش و یک شب هم منزل پسر دیگرش نور علی و شبهای جمعه و جمعه را در ویلای کلاردشت سپری می کرد. و از ترسش جرأت نداشت دو شب در یک جا بماند تا حدودی این روش برایش از هر لحاظ بهتر بود تا در خانه خودش باشد و خورده فرمایشات حاج خانم را تحمل کند و دم نزند. تا یک روز علیسان آمد و گفت پدر ممنوع خروجت کردن. دیگه نمی توانی با پاس خارج بشی. بند از بند کلب علی پاره شد و هاج و واج چشمانش به دهان علیسان خیره شده بود. چیزی نمی توانست بگوید. سکوتی سنگین بر فضای خانه سایه افکنده بود. که آخر سر همار علی به زبان آمد و گفت کار دیگر تمام است. حاجی آینده بدی در انتظار شما است. که علیسان با توپ با تشر به همار علی حمله کرد و گفت این مزخرفات چیه که میگی؟ اگر شعور حرف زدن نداری خفه شو. چه آینده این؟ پدر عمری را به رژیم خدمت کرده مگه علکیه؟ حتما تشابه اسمی بوده. باید رفت تحقیق کرد. غیر از این نیست. پدر، هیچ ناراحت نباش باور کن هیچ اتفاق بدی نمی افتد. توی این مملکت اصل خود رژیم است رئیس قوه قضایی مجریه یا مقننه میان و میرن آدم ها رفتنی هستند میزها و صندلی هاست که میماند شما کلی تجربه دارید شما نگاه به این رئیس قوه قضایی نکنید درسته که با گرگ میخنده و با چوپان گریه میکنه اما از همان قماش قبری هاست ناراحت نباش آقا جان هر کی در شد ما دالانیم هر کی خر شد ما پالانیم خودت که ماشاءالله استادی ولا بلا اینجا نشد جای دیگه این خر نشد خر دیگه ما هرگز نمیگذاریم یک مو از سر شما کم بشه آقا جون چی فکر کردی مگه علیسان شما مرده باشه تا دست کسی به شما برسه اما این آدمی که من میشناسم برای شیطان هم پاپوش میدوزه نگاه به صورت بلبلیش نکنید اتفاقا این از اون هفت خطاییه که فقط و فقط به جیب خودش نگاه میکنه این آدم به گوز بنده و با چوز پیوند میخوره خیلی راحت میشه باهاش کنار آمد شما کم برای این رژیم خدمت نکردید. دوست و رفیق زیادی دارید. شما هنوز هم کلب علی خان رزوان طلب هستید. من مطمئن هستم تشابه اسمی باعث ممنوع خروجی شما شده. کی جرأت داره شما رو ممنوع خروج کنه؟ یک چند روزی صبر کنید. من حلش میکنم اما معلوم شد حل شدنی نبود و واقعا کلب علی را ممنوع خروج کرده بودند. حال دیگر مثل موشی شده بود که به دنبال سوراخ مطمئنی خودش را به آب و آتش میزد. وحشت و نگرانی هایش از یک طرف و یک زیاد گفتن های خانم هم از یک طرف زندگی را برایش غیر قابل تحمل کرده بود و داشت مثل شم میسوخت و تحلیل میرفت. دیگر دلداری های علیسان هم برایش اثری نداشت. ولی الحق که علیسان وقت زیادی را به پدرش اختصاص میداد و سعی می کرد هر طوری شده او را دلداری دهد و از طرفی هم مثل یک بادیگارد همه جا به دنبال او می رفت و ازش مواظبت می کرد. اما هاج خانم که یک عمری دل پوری از کلب علی داشت حالا میدان بی حریف پیدا کرده بود و شب و روز به شوهرش می تاخت و لیچار بارش می کرد و امان بهش نمی داد. این آدمی که از دهان هر کسی هر چی دلش می خواست در می آورده. او که پشت تمام کسانی که مورد بازجویی او قرار می گرفتن به لرزه در می آورد، حال از زخم زبانهای زنش درمانده و کلافه شده بود. باید در خانه مانند موشی که با اثار راه می رود، طوری حرکت کند که هاش خانم متوجه حضور او نشود. روزی که برای همه روشن شد کلب علی چاره ای جز خانه نشینی ندارد و هر لحظه هم در معرض خطر قرار دارد، علیسان با سعی کرد پدر را که دچار چندین نوع بیماری هم شده بود قدری آرام کند می گفت پدر جان از اسب افتادیم از اصل که نیافتادیم. ما این همه ثروت و پول و پله داریم از چی باید بترسیم؟ و خود کلب علی جواب میداد آره از اسب افتادیم و برخر نشسته ایم و باز علیسان سعی می کرد بهش قوت قلب بده و می گفت این چه حرفیه پدر شما کلب علی خان بازجوی ویژه اطلاعات سپاه هستید برای خودتان یلی هستید از چی میترسید؟ هنوز هم کل این خانواده به قدرت شماست که اظهار وجود میکنه باز خودش جواب میده نه پسرم سایه نشین که سایه ای ندارد کار ما تمام شده است این را خودم خوب میدانم حالا شما هرچی میخواید بگید پدر چرا اینقدر ناامیدانه حرف میزنید؟ من شما رو شده به کول بگیرم به صورت قاچاقی از این مملکت خارج میکنم و میبرمتون اروپا، آمریکا، هر کجا که دلتان بخواد. بروم آنجا که چه بشود؟ مثل اینکه یادت رفته بر سر غلام رزا منصوری و حمید نوری چی آمده؟ نه، هیچ جای دنیا جایی برای من نیست، این را خوب میدانم. کلب علی بعد از آن روز شش ماه دیگر توانست به شکل دلخراشی با زندگی کنار بیاید اما چه کنار آمدنی او از اسب افتاده بود اما برخر ننشست بلکه به زیر خر افتاد تمامی عزت و شرف و اعتبارش را از دست داده بود و دیگر کسی به حرفش تره هم خورد نمیکرد سکیش از رونق افتاده بود و خریداری نداشت عروسها شوهرانشان را سر تقسیم مال و منال و به دست آوردن پول و پلیگ بیشتر تحریک می کردند و برادرها را به جان هم می انداختند. برادرها سعی می کردند زبان خواهر و شوهر خواهرشان را قیچی کنند و آن دو را از میدان بدر کنند. حاج خانم علاوه بر ارث و میراثی که نصیبش میشد، مهریه اش را طلب میکرد که از کلب علی نگرفته و باید دریافت کند. آن هم به نرخ روز. فاطمه زهرا خیلی تلاش کرد برادرانش را راضی کند که به طور مساوی ارث ببرند اما حرف از قانون اسلام می زدند و قوانین مملکت که پسر دو برابر دختر ارث میبرد ای کاش دعواها و نزا بین خانواده به همینجا ختم میشد نزاع اصلی سر مالکیت کارخانه و شرکت هایی بود که هر کدام مدیریت آن را داشتند. هر یک ادعا می کردند. درست است که سرمایه اولیه از پدر بوده اما این آنها بودند که کارخانه یا شرکت را اداره کرده و باعث پیشرفت آن شده اند و حال خود را در به دست آوردن سهام بیشتر محق می دنستند. یک بار هم علیسان به تحریک همسرش سعی کرد از کلب علی در بستر بیماری اثر انگشت یا امضایی را در پای سندی بگیرد که همار علی متوجه می شود و علاوه بر اینکه خواسته ی علیسان را نقش براب می کند چنان آب رو ریزی و قشقرقی راه می اندازد که علیسان تا مدتی مجبور به سکوت می شود. چاره ای نبود از کلب علی کاری ساخته نبود و نمی توانست دخالتی داشته باشد. او ابتدا دچار سکته قلبی شد و دکتر معالجش معتقد بود او را باید نزد یک روان پزشک برد و تحت درمان او باشد. ولی کلب علی زیر بار نمی رفت و همین امر باعث شده بود دیگر خواب به چشمان حریسش راهی پیدا نکند. چون هر وقت چشمانش روی هم می رفت با فریاد وحشتناکی از خواب می پرید و کابوس های بدی می دید. قرص های آرام بخش هم دردی از او دوا نمی کرد آدم بددهن و پرخاشجو و عصبی شده بود به طوری که کسی جرأت نمیکرد از کنارش رد شود چه برسه به اینکه حالش را بپرسد بعد هم بیماری گوشتخوار گرفت ابتدا دست و پایش تاولهای چرکی و سپس تمامی بدنش را تاولهای چرکی پوشاند پاهایش سیاه شد و هر دو پا را تا زانو قطع کردند اما ندارو و نه قطع پا افاقی نکرد و روز به روز بیماریش شدیدتر و بوی گند چرک های بدنش غیر قابل تحمل میشد. بوی چرک و عفونت فضا را چنان مسموم کرده بود که حتی الیسان هم برای دیدنش وارد اتاقی که او در بسترش دراز کشیده بود نمیشد. از همان دروازه در پدر را می دید چون بوی تعفن اجازه ورود به کسی را نمیداد. حتی پرستارانی که استخدام می شدند نصف روز دوام نمی آوردند. از قید پول گذشته کارشان را رها می کردند. عاقبت یک روز به شکلی بسیار چندشاور تسلیم حضرت اسرائیل شد و به طوری که برای برداشتن جنازش از ماسک های مخصوص استفاده کردند. 22 هفته 1400